سعدیا حب وطن گرچه حدیثی صحیح، نتوان مرد به سختی که من اینجا زادم. بار دیگر با برنامه ترازو در خدمت شما بینندگان عزیز شبکه جهانی دریملند هستیم، در خدمت استاد بزرگوار جناب آقای احمد غفاری، وکیل دادگستری و متخصص امور مهاجرت هستیم. جناب غفاری بسیار خوش آمد میگم خدمتتون در سومین قسمت برنامه ترازو. همونطور که دوستان عزیز میدونید، این برنامه و این سلسله برنامه به بررسی امور حقوقی مختلف میپردازه و در سیزن اول ما مسائل مهاجرت رو بررسی میکنیم. به هر حال تعداد بسیاری از دوستان ما در کامیونیتی ایرانی در طی 5 سال اخیر مهاجرت کردن و به استرالیا اومدن، چه کسان دوستان عزیزی که با ویزاهای پناهندگی و با درخواستهای پناهجویی به استرالیا اومدن، چه اونهایی که با ویزاهای اسکیل، بیزینس و سایر ویزاها، و دانشجویانی عزیزی که در کشور پهناور و زیبای استرالیا با ویزای دانشجویی به سر میبرن، چلنج ها و چالش هایی با مسائل مهاجرتی دارند. در این برنامه ما قصد داریم که به یکی از مهمترین و کلیدترین نکات پس از اخذ ویزا بپردازیم و اون بحث کنسلیشن یا لغو ویزا هست. امروزه و در ماهای اخیر مسائل لغو ویزا و مسائل به اصطلاح کنسلیشن ویزا در بسیاری موارد شنیده میشه و با توجه به رویکرد دولت جدید، تمرکز دولت جدید، دولتی که البته در طی 2 سال گذشته روی کار اومده، بر لغو ویزاهایش قرار گرفته که احیانا مشکل یا مشکلاتی در اون ویزاها وجود داره و دارنده اون ویزا رو به سمت لغو ویزا میبره. خب جناب غفاری، سوال اول رو اینطور شروع میکنیم، بفرمایید که به طور کلی چطور ممکنه و چه شرایطی ممکنه به وجود بیاد تا یک ویزای لغو بشه؟ موارد متعدد، مبانی متعددی داره لغو ویزا. یکیش لغو ویزا به خاطر اطلاعات نادرست به اداره مهاجرته، و یکی دیگرش لغو ویزا تحت شرایط خاصه، که خود این لغو ویزا تحت شرایط خاص باز 2 تا زیر مجموعه داره. یکیش لغو ویزا به خاطر نقض شرایط ویزاست، اون کاندیشنایی که استلن رو ویزا هستش، و یکی دیگه لغو ویزا به خاطر اینکه اون شرایط و فکت هایی که در حقیقت در زمان صدور ویزا وجود داشته و ویزا رو کاملا یا تا حد بسیار زیادی بر اساس اون شرایط و فکت ها صادر کردن، اونها دیگه در حال حاضر وجود نداره. موارد دیگه هم هست برای لغو ویزا، لغو بیدرنگ ویزا به خاطر مسائل امنیتی، و لغو ویزاهای بیزینسی، لغو خودکار ویزاهای دانشجویی، و لغو ویزاهای اسپانسرشیپی که در واقع ویزاهایی هست که شما در مناطق دورافتاده استرالیا کارفرما اسپانسرتون میکنه و بر اون مبنا شما ویزا میگیرید. اینها هم یک کاتگوری، در واقع یه طبقه بندی از لغو ویزا هستن، و خب مبحث بسیار گسترده‌ای داره توی قانون مهاجرت، توی مایگریشن اکت، و فکر میکنم اگه ما خواسته باشیم تمام این مباحث رو بپردازیم توی جلسه قاطعا امکان‌پذیر نیست، و شاید بتونیم به 2 تا موردش بپردازیم. لغو ویزا به خاطر ارائه اطلاعات نادرست که خیلی هم این روزها شنیده میشه، خیلی در واقع دیده میشه که بر این مبنا لغو میکنن، و لغو ویزا البته تحت شرایط خاص، که فکر میکنم بیشترین تعداد لغو ویزاهای دائم البته بر این 2 مبناست. درسته. در ضمن صحبتتون از اصطلاح کاندیشن در مورد ویزا استفاده کردید، چنانچه مقدور هست این بحث کاندیشن رو برای بینندگان عزیز ما یه مقدار بیشتر باز بفرمایید، و که به طور کلی اصلا یعنی چی که ویزای کاندیشن داره؟ مخصوصا ویزاهایی که غیر دائم هستن. برای مثال همه ویزا میتونن کاندیشن داشته باشن روش، ولی
هر اگه ویزای مو ویزای موقت باشه احتمال کاندیشن روش بیشتر باشه قطعا خیلی زیادتر، یعنی تعداد کاندیشن ها روش زیادتر. برای مثال ویزای دانشجویی یک شرطی روش داره که شما برای مثال با این ویزا هفته 20 ساعت بیشتر نمیتونید کار بکنید. خب اگر این شرط رو شما نقضش بکنی، واقعیت اینه که اتفاق خواهد افتاد اینه که میتونه باعث لغو ویزای شما بشه. درسته، یعنی منظور اینه که اگر بخوام این رو من با درک و بینش خودم از این توضیحات شما بخوام یه مقدار بیشتر تشریحش کنم، یعنی شروطی هست که اداره مهاجرت بر روی ویزاها قرار میده که دارنده اون ویزا اجازه نداره اون شروط رو زیر پا بگذاره و این شروط برای ویزاهای مختلف میتونه متفاوت هم باشه. دقیقا همینطوریه. برای مثال مثلا یه شرط دیگه که هست روی ویزاهای همین ویزای دانشجویی، ویزای دانشجویی که در واقع همسر فرد دانشجو میگیره، خب کماکان ایشون در صورتی اون ویزا رو داره، یعنی شرط روی ویزاش این هستش که کماکان عضو اون خانواده باقی میمونه. خب اگر عضو اون خانواده نباشه، با اینکه اون نقض نکرده به خود خودش شرط ویزا رو، خب به هر دلیل رابطه زناشویی به هم خورده و عملا به نوعی میتونی بگی اون شرط ویزا دیگه تأمین نمیشه و بر همون مبنا ویزا میتونه به سمت ابطال پیش بره. بسیار متشکرم از توضیحات کامل و واضحتون. بفرمایید در مورد به هر حال اون قسمت اولی که فرمودین، لغو ویزا به خاطر ارائه اطلاعات نادرست، که همونجوری که خودتون فرمودید اینطور به نظر میرسه که بسیاری از لغو ویزاها، البته ویزای دائم، ویزای دائم روی این شرطی روی این اصل رد میشه، روی این قانون رد میشه و لغو میشه. اگه ممکنه یه توضیح بیشتری و در حدی که مقدور هست بفرمایید که استفاده کنیم. به هر حال ببینید، کسی که شهروند استرالیا نیست و در واقع نان سیتیزن بهش استرالیا گفته میشه و یه ویزایی داره که داخل استرالیا با اون داره زندگی میکنه، کار میکنه، تحصیل میکنه، زمانی که درخواست کرده برای اون ویزا یه سری اطلاعات رو به اداره مهاجرت داده از طریق اپلیکیشن فرم ها یا مصاحبه هایی که داشته یا اظهارنامه هایی که داده به اداره مهاجرت. اگر بعداً مشخص بشه که این اطلاعاتی که به اداره مهاجرت داده شده اطلاعات نادرستی بوده، این میتونه مبنایی باشه برای لغو ویزا. حتی اگر ایشون که یعنی دارنده ویزا از این که اطلاعات نادرست به اداره مهاجرت داده اطلاعی نداشته باشه، آگاهی نداشته باشه، حتی اگر خودش شخصا این اطلاعات نادرست رو به اداره مهاجرت نداده باشه، برای مثال نماینده یا کارشناس مهاجرتی بهش کار میکرده یا وکیلی مهاجرتی بهش کار میکرده این اطلاعات از طرف ایشون داده باشه، حتی اگر آگاهی نداشته باشه از اطلاعاتی که داده و خودش هم عامل دادن اون اطلاعات، عامل مستقیمی دادن اون اطلاعات به اداره مهاجرت نبوده باشه، باز هم میتونه این مبنایی باشه برای لغو ویزا. ولی چیزی که ما این روزها خیلی میبینیم که ویزاها رو بر این مبنا لغو میکنه، یه مبنای ارائه اطلاعات نادرست، به طور خیلی خاص در ارتباط با ویزاهای پناهندگی است. ویزاهای دائم پناهندگی که بعدن اداره مهاجرت نامه میفرسته و میگه که ما تصمیم گرفتیم که مد نظر قرار بدیم ویزای شما رو برای لغو کردن به این دلیل که بر این باور هستیم که شما اطلاعات نادرست دادین در زمان درخواستون برای ویزای پناهندگی و در زمان یا در حین مصاحبه هایی که با شما اداره مهاجرت داشته یا در اظهارنامه هاتون اطلاعات نادرستی در مورد به طور خاص در مورد ادعای پناهندگی تون و در مورد ادعای این که اگر من به کشورم برگردم با خطر آسیب جدی مواجه میشم، در این مورد شما اطلاعات نادرست دادیم و ما تصمیم گرفتیم که مد نظر قرار بدیم در واقع لغو ویزای شما رو. خب مثال متعددی هم هستش که خب میتونیم بهش بپردازیم. دو تا از مواردی که خیلی به وضوح خیلی از لغو ویزاهای پناهندگی بهش استناد میشه و تقریبا خیلی رایج هستش، یکی کسایی که ادعای بیملیتی کردن
درسته. و یکی کسایی که با و به ایران سفر میکنن و برمیگردن و قاعدتاً یه مدرک شناسایی ازشون یا شناسنامه یا پاسپورتی ازشون میگیرن که ایرانی هستش، و یکی کسایی که خب این ادعا رو نداشتن ولی صرفا ادعاشون بوده به مبنای برای مثال اعتقادات مذهبی و یا گرایش سیاسی که داشتن، عقیده سیاسی که داشتن، اگر به کشورشون برگردن مورد در معرض واقعی آسیب جدی قرار میگیرن و بعد اینها به ایران مسافرت میکنن. برای مثال مثلا شخصی رو در نظر بگیرید که سال 2011 با ویزه توریستی میاد اینجا، درخواست پناهندگی میکنه با این ادعا که من اگه به ایران برگردم، به کشور خودم برگردم، به خاطر اعتقادات خاص مذهبی که دارم با خطر آسیب جدی مواجه میشم. بعد از طی مصاحبه هایی که با اداره مهاجرتشون داره و بررسی هایی که اداره مهاجرت میکنه به این نتیجه میرسه که بله، من متقاعد میشه که در واقع استرالیا باید این شخص رو مورد حفاظت خودش قرار بده، تحت چتر حمایتی حفاظتی خودش قرار بده، و به همین مبنا میاد ویزای دائم پناهندگی رو صادر میکنه. بعد این فرد در نظر بگیره که چند ماه یا حتی یک سال یا دو سال بعد از اینکه ویزای پناهندگیش رو گرفت سفر میکنه به ایران، یعنی ترابل داکیومنت استرالیش رو میگیره، از مرز خارج میشه و موقع خروج از مرز در کارت مسافرتون پسنجر کارت ادعا میکنه که داره میره مثلا بره مثال مالزی یا تایلند یا اندونزی بریم مثلا یک ماه در نظر داره بره، و بعد یک ماه دو ماه که برمیگرده به استرالیا خب ترابل داکیومنتش چک میشه، مامور گمرک بررسی میکنه ببینه که در واقع اون مهرایی که خورده بره ورود و خروج بره مثلا به مالزی، اینا با ادعای این آقا مبنی بر این که ایشون در ایران حضور در مالزی بره مثلا حضور داشته نمیخونه، و بعد میبینه که مدت زمان این وسط هستش گمه که ثبت نشده توی ترابل داکیومنتش، ازش سوال میکنه، سوال پیچش میکنه که کجا بودی، و خب در میاد که ایران بوده و پاسپورت ایرانی ازش در میاد، پاسپورت رو مامور گمرک میگیره، میبره توی اتاق، قاعدتا کپی میگیره ازش و ایشون رو کلیر میکنه در واقع از در واقع زون مربوطه، بعد از زون مربوطه کلیر میشه و میاد بیرون، و بعدها ممکنه یک ماه دو ماه یا حتی چند سال بعد موقعی که میخواد درخواست سیتیزنشیپش رو بکنه، درخواست شهروندی میکنه، خیلی قبل از درخواست شهروندی، چون ولی بعضی هم موقعی درخواست شهروندیشون اگه گیر نکرده باشن اونجا میتونن گیر بکنن، بهشون نامه میفرستن که خب ما برای این باوریم که شما در مورد ادعاتون مبنی بر نیاز به چتر حفاظتی استرالیا به این خاطر که اگه به کشورتون برگردین با خطر آسیب جدی مواجه میشید به دلیل در واقع اعتقادات خاص مذهبیتون یا گرایش سیاسیتون یا عقیده سیاسیتون برای مثال، ما به این باوریم که شما در این مورد دروغ گفتی و اطلاعات نادرست به ما دادی، به این دلیل که شما در برای مثال تاریخ 5 ژوئیه 2011 ویزای پناهندگی گرفتی و 3 ماه بعدش به ایران سفر کردی، و در برگشت که مأمور گمرک از سوال کرده مشخص شده که شما به ایران سفر کردید. پس این نشون میده که اون ادعای شما مبنی بر این که اگه به ایران برگردم با خطر جدی شکنجه یا آسیب جدی مواجه میشم ادعای نادرستی بوده، و بر همین مبنا ما تصمیم گرفتیم که ویزای شما رو لغو بکنیم و الان به شما برای مثال 28 روز فرصت بدیم در این مورد خاص، معذرت میخوام 14 روز فرصت بدیم در این مورد خاص که به ما اعلام بکنی که آیا شما قبول داری که نقض قانون کردی با ارائه اطلاعات نادرست، اگر بله به چه دلیل، بر این باوری که نباید ویزات لغو بشه، و اگر کماکان بر این باوری که خیر لغو نقض قانون نکردی و اطلاعات نادرستی ارائه ندیدی، بر چه مبنایی همچین ادعایی رو الان داری میکنی، و باز هم بر چه مبنایی فکر میکنی که حتی اگر اداره مهاجرت بر این باور باشه که شما نقض قانون کردی نباید ویزای شما رو لغو بکنه، که این خودش یک پروسه‌ای است که بعداً در طول بحث بهش
خواهیم پرداخت. درسته. این یکی از مواردشه. یک مثال عینی دیگه هم که خب خیلی پیش میاد که این اتفاق بیفته، همونطور گفتم بحث بیمیلیت هاست. بله. که خب بیمیلیت ها به همون شکل به هر دلیلی که اکثریت قریب به اتفاق بیمیلیت ها اتفاقی که براشون افتاده، اینها بعد از دریافت ویزه پناهندگی رفتن سفارت ایران، یعنی اینطور تصور میشه که به سفارت ایران مراجعه کردن و پاسپورتی از سفارت ایران گرفتن و با اون پاسپورت به ایران مسافرت کردن و در موقع برگشت دوباره همون اتفاق افتاده، مأمور گمرک بررسی کرده و از ایشون یه پاسپورت درآورده، پاسپورت رو کپی گرفته و بعدها یا چند ماه بعدش یا حتی زمانی که درخواست شهروندیشو کرده براش نامه اومده که ما برای اعتقادیم که شما به ما اطلاعات نادرست دادی در مورد اینکه بی ملیت هستی، به خاطر اینکه پاسپورت شما نشون میده که شما ملیت ایرانی داری، به خاطر اینکه پاسپورت ایرانی برای کسی صادر میشه که ملیت ایرانی داره و حداقل شناسنامه ایرانی رو داره و به غیر از این برای پاسپورت برای کسی صادر نمیشه، پس بنابراین اطلاعات نادرست دادی و ما میخوایم که ویزا شما رو مد نظر قرار بدیم برای لغو. این هم یکی از موارد شایع دیگه است. خب حتی این قضیه بیملیتی رو تا اونجا پیش رفتن که اگر حتی یک شناسنامه از برادر یا خواهر شما هم پیدا بکنند یا پاسپورت از برادر یا خواهر شما هم پیدا بکنند، میتونه منجر به لغو خواهر برادر شما هم بشه، ویزای خواهر برادر، ویزای دائم خواهر برادر شما، پدر مادرتون هم بشه. درسته. یعنی حتما نباید از خودت چیزی پیدا کنن و موارد بسیار متعددی دیده شده که از یه نفر از اعضای خانواده پیدا کردن پاسپورت یا شناسنامه رو و برای تمام اعضای اون خانواده، یعنی خواهرها و برادرها و پدر و مادر اگه اینجا بود حضور داشتن، نامه در واقع مد نظر قرار دادن لغو ویزا رو براشون ارسال کردن و خیلی از مواردم بوده که حتی این ویزا لغو هم شده و واقعیت اینه که خیلی سختگیرانه داره اداره مهاجرت به این قضیه برخورد میکنه. مواردی بوده که زن و شوهر در اینجا دو تا بچه داشتن، اینجا به دنیا اومده، بچه‌ها سیتیزن استرالیا هستن و باز هم اداره مهاجرت ویزای اینها رو بر همین مبنا لغو کرده و با اینکه سیتیزنشیپ اون بچه‌ها لغو شدنی نیست، بخاطر اینکه بخاطر با تولد در استرالیا سیتیزن شدن. در ضمن صحبتاتون شما اشاره فرمودید به مدارک جعلی یا اطلاعات نادرست. خب سوال پیش میاد، کسی تصمیم میگیره با ویزای اسکیل مهاجرت کنه به کشور استرالیا، در ضمن پر کردن فرمش حالا از خاطرش میره یا اشتباه میکنه، مثلا تاریخ و تولد اعضای درجه یک خانوادهش رو اشتباه مینویسه یا یکی از اعضای خانوادهش رو بنا به دلایلی که شاید هیچ دلیل موجهی هم نباشه از قلم میندازه. میخوام بهتون بگم که این دامنه اطلاعات نادرست تا کجا میتونه پیش بره و چه اطلاعاتی واقعا میتونه مؤثر باشه، چون ممکنه نگرانی پیش بیاد در ذهن دوستان، به هر دلیلی ممکنه کسی در پر کردن فرماش اشتباه بکنه یا ایجنت مربوطه مثلا تاریخ تولد برادر رو به جای 1973 71 نوشته باشه و اون آدم امروز میفهمه. آیا راه داره که اطلاع بده به اداره مهاجرت؟ قانون مهاجرت، یعنی مایگریشن اکت، به طور خیلی واضح آمده گفته تمام سوالاتی که شما توی اپلیکیشن فرم هاتون برای ویزا و در داخل پسنجر کارتون، کارتی که شما در موقع ورود و خروج به استرالیا و خروج از استرالیا پر میکنید، تمام سوالات رو باید پاسخ بدید و به تمام سوالات باید پاسخ درست بدید و بعدن اگر متوجه شدید که پاسخی به یکی از اون سوالها رو اشتباه دادید، باید ماست، یعنی میگه you must، اینو باید حتما به اداره مهاجرت اطلاع بدید. حتی بعد از صدور ویزا، واقعیت اینه که خب اداره مهاجرت مشخص نکرده که چه اطلاعاتی رو اگر شما اشتباه بدید منجر به لغو ویزاتون میشه. خب یعنی دامنش رو کاملا باز گذاشته، ولی برخوردی که اداره مهاجرت با این قضیه داره اینه که آیا اون ویزا بر این مبنا برای شما صادر شده، یعنی اگر اون اطلاعات شما به اداره مهاجرت نمیدادی اون ویزا برای شما صادر نمیشد، یعنی تصمیم گیری نماینده وزیر برای صدور اون ویزا
کاملا یا تا حد بسیار زیادی مبتنی بر اون اطلاعاتی بوده که بعداً نادرست از کار در اومده. درسته. یعنی این یکی از اون چیزهایی است که مد نظر قرار میده اداره مارشال. البته موارد دیگه ای هستش که باز دلیلی میشه که اطلاعات نادرست شما دادی، ولی دلیلی میشه برای لغو ویزای شما، با اینکه اون اطلاعات نادرستی که شما دادی چندان تأثیری توی تصمیم گیری برای صدور اون ویزا نداشته که به اون هم میپردازیم. درسته. بسیار ممنونم. سوال دیگری که این وسط در واقع به نظر میرسه که میتونه به ذهن دوستان عزیز برسه اینه که خب روال دریافت اخطار یا حالا اون نامه‌ای که به اون نقض کننده این موارد میرسه به چه صورت هست؟ یعنی اینا رو با چه وسیله به اطلاع اون فرد میرسونن؟ این خیلی بسیاری داره که تحت چه بندی از قانون مهاجرت و تحت چه طبقه بندی شما این نامه رو دریافت کنی. یعنی وزیر در واقع نماینده وزیر مد نظر قرار بده لغو ویزای شما رو. اگر لغو ویزای شما به خاطر ارائه اطلاعات نادرست باشه، شما 14 روز فرصت دارید از زمانی که تصور میشه که شما این نامه رو دریافت کردید. اون زمان اگر نامه رو با پست دریافت کرده باشید، 7 روز کاری بعد از تاریخ صدور نامه است. و اگر با ایمیل دریافت کرده باشید، از همون روز 14 روز حساب 14 روز تقویمی کلندر. و اگر تصمیم گیری برای مد نظر قرار دادن لغو ویزای شما در واقع به خاطر شرایط خاص، تحت شرایط خاص بخوام ویزای شما رو لغو کنم، برای مثال همونطور گفتم اطلاعات شما به اداره مهاجرت دادیم و اون مبنا تحت شرایط و فکت هایی که ویزای شما صادر شده در زمان صدور ویزا، اون شرایط و فکت ها دیگه وجود ندارن، برای همین اداره مهاجرت میخواد تصمیم به لغو ویزا بکنه. در این شرایط اگه شما داخل یا به خاطر نقض کاندیشنز، نقض شروط روی ویزا، اگه تصمیم به لغو ویزای شما بخواد بگیره، در این شرایط شما اگه داخل استرالیا بشی 7 روز فرصت داری، اگه در خارج استرالیا بشی 28 روز فرصت داری. جناب آقای غفاری، اگر موافق باشیم به بخش دوم شرایط لغو ویزا بپردازیم. البته اگر در خلال توضیحات شما سوالات دیگری حالا پیش اومد، قطعا در خدمتتون خواهیم بود و ممنون میشم اگر کماف سابق با سعادتتون پاسخگوی این سوالات احتمالی باشین. اگر ممکنه در مورد لغو ویزا تحت شرایط خاص بفرمایید تا بینندگان عزیز از اطلاعات بسیط و جامع شما استفاده کنن و به هر حال مفید فایده باشه براشون. همونجوری که میدونی اون جون لغو ویزا تحت شرایط خاص تحت در واقع دو تا طبقه بندی داره. یکیش اینه که لغو ویزا که خیلی هم رایجه، لغو ویزا به خاطر نقض شرایط ویزا، نقض اون کاندیشن هایی که روی ویزا گذاشتن که قبلش هم قبلن هم تو بحثمون صحبت مختصری در موردش داشتیم. و یکی دیگه شم به خاطر اینه که اون دلایل یا وضعیت یا فکت هایی که در زمان صدور ویزا وجود داشته و بر اون مبنا ویزا صادر شده الان دیگه اون وجود نداره. خب هر دوی این طبقه بندی، ریز طبقه بندی ها تحت اون لغو ویزا تحت شرایط خاص در واقع برای همه ویزاها صدق میکنه، میتونه به همه ویزاها اعمال بشه. یعنی ویزا میتونه لغو بشه، همه هر نوع ویزایی باشه میتونه لغو بشه با این. البته یک تفاوتی داره و اون تفاوت در مورد ویزاهای دائم اقامت هست که این نوع ویزاها تنها در صورتی تحت این شرایط لغو میشن که دارنده ویزا در داخل استرالیا نباشه. یعنی اینکه منظور از لغو این ویزا، البته تمام اون پروسه نوتیس و تا انتها انجام میگیره قبل از اینکه، یعنی کسی اگر خارج از استرالیا باشه ناگهان لغو میکنن ویزاشو یا بهش اخطار میدن؟ نه هیچ ویزایی نمیتونه بگیم هیچ ویزای ناگهان لغو نمیشه، چون مواردی وجود داره تحت قانون مهاجرت که ویزا میتونه ناگهان لغو بشه به دلیل امنیتی، مثلا یکیش هستش لغو در واقع خیلی سریع ویزا به دلیل امنیتی، اونو که بذاره بشه کنار، یا لغو خودکار یک ویزای دانشجویی بر
تحت یه سری از شرایط. اینو که بذاریم کنار، هیچ ویزای یه دفعه لغو نمیشه. و در این مورد که گفتم که دارنده ویزا باید خارج از استرالیا باشه، این از زمان در واقع صدور اون نوتیس هستش برای دارنده ویزا تا انتهای تصمیم گیری در مورد اون در واقع نوتیسی که اداره مهاجرت برای دارنده ویزا فرستاده. یعنی کسی در خارج از استرالیا باشه و این نوتیس رو دریافت کنه، کماکان میتونه مسافرت کنه اگر حالا داکیومنت های ولیدی داشته باشه، میتونه مسافرت کنه. اگر امکان عملی، یعنی از لحاظ تکنیکی امکان مسافرت به استرالیا رو داشته باشه، به محض اینکه پاشو به استرالیا میذاره، لغو ویزا تحت اون بند یعنی متوقف میشه، چه به خاطر نقض شرایط ویزا باشه یا چه به خاطر اون وضعیت و فاکتوری که در زمان صدور ویزا وجود داشته و الان وجود نداره باشه. درست. به محضی که پاش به داخل استرالیا برسه اون پروسه متوقف میشه، دیگه نمیتونه لغو تحت اون شرایط و نمیتونه. کافیه که به نماینده وزیر به در واقع به اداره مهاجرت نامه‌ای زده بشه و گفته بشه، اطلاع داده بشه که من الان برگشتم داخل استرالیا هستم و اداره مهاجرت هم بلافاصله برشون نامه‌ای میفرسته که ما در واقع اون تصمیمونو که میخواستیم مد نظر قرار بدیم، لغو ویزای شما رو، اون رو منصرف شدیم ازش. جناب غفاری، در خصوص لغو ویزا تحت شرایط خاص اگر ممکن هست یک توضیح یا مثالی که به هر حال میدونم تو کیسای زیادی که داشتید خودتون درگیر بودید با این کیس خاصی، با البته با رعایت مسائل حرفه‌ای که حتما به هر حال من از شما سراغ دارم، اشاره بکنید تا دوستان بیشتر در واقع به کنه قضیه پی ببرن و قضیه براشون بیشتر مشخص و بازتر بشه. فکر کنم نمونه‌ای میخواد در مورد این که خب لغو ویزا رو مد نظر قرار بده اداره مهاجرت به خاطر اینکه دلایلی که و فکت‌ها و شرایطی که بر اساس اون ویزا در زمان صدور وجود داشته الان دیگه وجود نداره. یه مورد خیلی خاصی که هست برمیگرده به دقیقاً به قضیه ویزاهای دائم پناهندگی، این هستش که خب فرد رو در نظر بگیریم، دوباره همون سناریو رو که با ویزای پناهندگی به کشور خودش فرض کنیم در اینجا ایران برمیگرده، مدت زمان طولانی رو اونجا اقامت داره یا اونقدر اقامت داره که ترافل داکیومنتش تاریخش تموم میشه و بعدش مراجعه میکنه به فرض کنید به سفارت استرالیا در ایران یا در مالزی یا در هر جایی در خارج از استرالیا و تقاضا میکنه برای تمدید یا تجدید ترافل داکیومنت و این نمیدونه که ترافل داکیومنت به هیچ عنوان تمدید یا تجدید نمیشه. ترافل داکیومنت فقط در تنها در صورتی در واقع دوباره صادر میشه که این ترافل داکیومنت گم شده باشه یا اکسپایر شده باشه. اکسپایر شده باشه صادر نمیشه، فقط در صورتی که گم شده باشه ترافل داکیومنت صادر میشه. و خب ایشون مراجعه میکنه به سفارت استرالیا، خب اگر تو ایران باشه معلوم میشه که ایشون پناهنده بوده و داخل ایران به سر میبره و اگر در خارج از استرالیا برای مثال در مالزی یا در اندونزی یا هر کشور دیگه باشه و ترافل داکیومنتش منقضی شده باشه تاریخش، وقتی میره به سفارت استرالیا به نمایندگی استرالیا در اون کشور مراجعه میکنه، ازش میپرسه نماینده دولت استرالیا ازش میپرسه که شما این مدت کجا بودی و وقتی که متوجه میشه که این فرد برای مثال برگشته به ایران، به کشوری که درش ادعا میکرده اگر برگرده با خطر جانی مواجه میشه، اینجا این خودش دلیلی میشه برای مد نظر قرار دادن لغو ویزا. البته نه به دلیل ارائه اطلاعات نادرست، بلکه به دلیل اینکه شرایطی که در اون زمان شما ویزای پناهندگی گرفتید و تحت چتر حفاظتی استرالیا قرار گرفتید الان دیگه وجود نداره، چون الان شما رفتی ایران به اون کشور برگشتی و با خطر مواجه نشدی و این نشون میده که شرایط شما تغییر کرده، پس دیگه نیاز به چتر حفاظتی استرالیا ندارید، پس ما تصمیم گرفتیم که مد نظر قرار بدیم لغو ویزای شما رو و چون شما خارج استرالیا هستید، نامه‌ای که به شما میدن یا ایمیلی که به شما میزنن 28 روز به شما فرصت میدن که دلایل خودتون بیارید مبنی بر اینکه یک چرا برای این باورید که
در واقع شرطتون تغییر نکرده، و دو حتی اگر نتونید ما رو قانع کنید که شرطتون تغییر کرده، چرا کم کم فکر میکنید که ویزات نباید کنسل بشه؟ جناب عفاری، مورد دیگه به ذهنتون نمیرسه که در واقع بخواید این موضوع کنسلیشن رو از طریق شرایط خاص و تحت شرایط خاص مقدار بیشتر توضیح بدین، یا مثال بهتری بزنید؟ چرا دقیقا از این تغییر و تحولات قانونی که تو دسامبر 2014 افتاد و ویزای موقت آوردن و خیلی اتفاقات دیگه که افتاد و تغییرات خیلی عمده ای توی قانون مهاجرت ایجاد کرد، به خصوص در مورد پناهنده ها و پناهجوان، یکی از مواردی که به وزیر اختیار اضافی میده برای لغو ویزا بر مکه، قبلا ما اینو نداشتیم در قانون مهاجرت، اینه که اگر وزیر الان در مورد هویت دارنده ویزا شکی داشته باشه و مطمئن نباشه، یعنی راضی نباشه که هویت دارنده ویزا اون چیزی است که دارنده ویزا گفته، میتونه بر این مبنا مد نظر قرار بده لغو ویزای اون فرد رو. و به طور خیلی خاص میتونیم اینو اینجوری، میتونم یه مثال بهتون بزنم که در واقع این نشون میده که تا چه حد در واقع این دید اداره مهاجرت میتونیم بگیم تنگ نظرانه است نسبت به این قضیه. که برای مثال کسی بوده که دوباره مسافرت کرده ولی اصلا ایران نرفته و اتفاق افتاده یه پاسپورت ایرانیش ازش پیدا شده با اینکه ایران هم نرفته. درست. این پاسپورت ایرانی که وقتی مطابقت میدن با پاسپورت با ترافل داکیومنت استرالیش، با هویتی که داخل استرالیا داره، فرض کن اسم کوچیکش توی پاسپورت ایرانیش یه چیزه، توی ترافل داکیومنتش هویت استرالیش یه چیز دیگه است، و قبلا اون اسم کوچیکو توی در واقع اپلیکیشن فرمایی که برای اداره مهاجرت داده و طوری که خودش به اداره مهاجرت معرفی کرده نگفته و عوض هم نکرده و عوض هم نکرده. واقعیت اینه که اولی که اومده یه اسمی گفته، یه اسم کوچیکی گفته که اون اسم کوچیک، اسم کوچیکی رسمیش در مدارک ایرانیش نبوده، و این مبنای شده برای اینکه وزیر بگه که من از هویت تو مطمئن نیستم. به طور مشابه اگه همچون وقتی که در مورد هویت سوال بشه، هویت نام خانوادگی، محل تولد و تاریخ تولده. درسته. و ملیت، هر کدوم از اینا اشتباه باشه، یعنی بخشی از هویت شما اشتباه، پس هر کدوم از اینها اشتباه باشه، وزیر میتونه در واقع شک داشته باشه به درست بودنش، وزیر میتونه مد نظر قرار بده لغو ویزای شما رو، و کافیه که فقط تحت قانون جدید وزیر ببینه که اسم حتی کوچک شما متفاوت، اون چیزی که توی استرالیا گفتید متفاوته، و برای مبنا بگه بله شما در مورد هویتت به من اطلاعات اشتباه دادی و من مطمئن نیستم که هویت تو چی هستش، و بر این مبنا میخوام تصمیم بگیرم که ویزاتو لغو کنم، که دوباره البته به شما نوتیس میده و شما باید برای اینکه مانع از لغو ویزا تحت این شرایط بشی در واقع بقبولونی، وزیر رو قانع کنی که هویتت چی هستش. درسته. من فکر میکنم برای جمع‌بندی این قسمت بد نیست اگر در راستای ادامه بحث شما به این بپردازید که اصلا این روال پس از اینکه این نوتیس رو دریافت کردن، اولا چه روالی دارن، چطور باید جواب بدن، آیا صلاح میدونید که چون دیده شده بسیاری خیلی این موضوع رو سهل میگیرن و روش خیلی مانور نمیدن و بعد متاسفانه به دردسر میفتن، به مشکل میفتن و جوابهای منطقی رو که بعد از ابتدا میدادن رو متاسفانه از دست میدن و شانسشون هی رفته رفته پایین تر میاد برای حفظ ویزای پرمننتی که به هر حال روش برنامه ریزی شده، آدم ها با سختی زیادی به استرالیا مهاجرت کردن به هر طریقی و موفق در واقع به اخذ ویزای دائم شدن، اقامت دائم شدن.
اگر روال این قضیه رو توضیح بدیم و توصیه های نهایی که برای دوستانی که دوچار این موزل میشن رو بفرمایید، سپاسگزار میشم جناب افشان. به طور خیلی خاص باز اون موردی که خیلی ما میبینیم این روزها داره اتفاق میفته که قبلا مسئول و سابقه به این شکل به هیچ عنوان نبوده و از زمان واقعیت همونطور شما اشاره درستی کردین، از زمان روی کار آمدن دولت عبوت اینها اون بخش نان کامپلاینس اداره مهاجرت و ظاهرا خیلی روش سرمایه گذاری کردن و بزرگش کردن و خیلی روی نان کامپلاینس در واقع دارن زوم کردن و دارن تمرکز کردن. خیلی توی این یکی دو سال اخیر میبینیم که لغو ویزاهای دائم پناهندگی رو به همون دلایلی که ذکر کردن، وقتی که لغو ویزه دائم پناهندگی به طور خاص به دلیل ارائه اطلاعات نادرست هستش، چه در مورد ملیت کسی که ادعا میکنه بی ملیتی ولی بعد مشخص میشه که برای مثال یه گذرنامه ازش در میاد، شناسنامه ازش در میاد، یا از برادر و خواهرش حتی در میاد که ثابت میکنه که پس ایشون هم شهروند ایران هستش از دیده اداره مهاجرت، خب وقتی تحت این شرط به خاطر ارائه اطلاعات نادرست نوتیسی دریافت میکنه فرد از اداره مهاجرت که حالا بیاد از خودش دفاع بکنه، بهش این فرصت داده میشه، این فرصت 14 روز هستش و قابل تمدید نیستش، ولی دیده شده وقتی شما از اداره مهاجرت از اون افسر بررسی کننده پرونده شما درخواست میکنی، اون به شما میگه که طبق قانون من نمیتونم به شما وقت اضافه ای بدم، اما به شما قول میدم که تصمیم گیریم رو در مورد این انجام ندم تا شما بتونید جوابیتون رو آماده کنید. خب توصیه میشه که در این موارد یک کپی از پرونده فرد هم گرفته بشه از اداره مهاجرت، اف آی بفرستیم کپی از پرونده فرد هم از اداره مهاجرت گرفته بشه و بر اساس اون یک بازبینی کل پرونده فرد بشه و بعد جواب داده بشه به اداره مهاجرت. و واقعیت اینه که در این جوابی که شما میدید، وقتی که اداره مهاجرت پروسه اصلا به این شکل است که وقتی که اداره مهاجرت این نامه رو برای شما میفرسته میگه که ما به نظر ما شما نقض قانون کردید با ارائه اطلاعات نادرست، بنابراین ما مد نظر میخوایم قرار بدیم کنسل کردن ویزای شما رو. حالا شما باید جواب ما بدید. این جواب چطوری هستش؟ جواب دقیقا بررسی ربط داره به این که چطور شما میخواین در واقع اداره مهاجرت تصمیم گیری میکنه در این زمینه. اداره مهاجرت اگه قانع بشه در نهایت که شما نقض قانون کردی، بعد باید تصمیم میگیره نماینده وزیر، وقتی قانع میشه که شما نقض قانون کردی، بعد تصمیم میگیره که آیا من این ویزا رو لغو بکنم یا نکنم. یعنی اجباری قانون بر دوش نماینده وزیر بره لغو ویزا نمیذاره، این اختیاری هست، اجباریه، اجباری نیست، یعنی در اختیار نماینده وزیره که تصمیم بگیره طبق دستورالعمل ها که این ویزا رو لغو بکنه یا نکنه. پس اگه نقض قانون کردی با ارائه اطلاعات نادرست، لزوما منجر به لغو ویزای شما نمیشه. خب چه مواردی رو مد نظر قرار میده نماینده وزیر که ویزا رو لغو نکنه؟ اول میاد اینا رو بررسی میکنه، اگر به نتیجه برسه با توجه به اون موارد که ویزا رو لغو نکنه، تصمیم میگیره که لغو نکنه. اگر به این نتیجه برسه که نه، با این که من این موارد رو مد نظر قرار دادم، اما باز هم تصمیم من بر اینه که ویزا رو لغو بکنم، خب بعد میره برای لغو ویزا. چیزهایی که مد نظر قرار میده اداره مهاجرت، طبعا 9 تا 10 تا عامل هست که اینا رو مد نظر قرار میده. به طور خیلی خلاصه این که در واقع مهمترینش هم این باشه، رفتار شما در پاسخ به این ادعای اداره مهاجرت که شما در واقع نقض قانون کردی چیه؟ آیا الان داری صادقانه باش برخورد میکنی یا دوباره اطلاعات نادرست ارائه میدی؟ مورد یک مد نظر قرار میگیره اینه که شرایط فعلی شما چیه؟ این شرایط فعلی دامنه بسیار گسترده ای داره، میتونه بیماری شما باشه، میتونه در واقع داشتن فرزندانی که در استرالیا به دنیا آمده باشن و سیتیزن شده باشن باشه، میتونه در واقع وضعیت کلی خانوادگی شما باشه، میتونه این باشه که آیا شما در 4-5 سالی که داخل استرالیا بودین، مدتی داخل استرالیا بودین،
همیشه پیمنت های سنترلینک رو میگرفتی یا مشغول به کار بودی و مالیات میدادی و در واقع همیشه یه عضو فعالی از این جامعه بودی. آیا شما مورد دیگه اینه که مد نظر قرار میگیره اینه که آیا شما در استرالیا کارهای خیریه انجام دادید، کاری داوطلبانه انجام دادید یا نه؟ مورد دیگه که مد نظر قرار میگیره این که آیا شما سابقه کیفری در استرالیا دارید یا نه. یعنی یه سری موارد دیگه که اینا رو خب همه رو مد نظر قرار میده و خب در ذهنش اون نماینده وزیر که بخواد تصمیم بگیره به هر کدوم از اینا یک وزنی میده و بر اون مبنا و البته یکی از مهمترین عوامل هم اینه که آیا اگر این اطلاعات نادرست داده نمیشد ویزا در اون زمان صادر میشد یا نه. یعنی صدور ویزا، تصمیم گیری برای صدور ویزا در زمانی که ویزا صادر شده آیا تا حد بسیار زیاد یا به طور کامل به این دلیل بوده که این اطلاعات نادرست داده شده؟ یعنی اگر اطلاعات نادرست داده نمیشد اون ویزا صادر نمیشد؟ بله. اگر جواب آره باشه این یکی از عواملی هست که تأثیر بسیار، یعنی وزن بسیار زیادی داره تو این سری از عوامل تو تصمیم گیری. اینجا دقیقا اون سوالی که شما در ابتدای بحث مطرح فرمودید که آیا هر اطلاعاتی رو ما اشتباه به اداره مهاجرت بدیم میتونه مبنایی بشه برای لغو ویزا؟ واقعیت اینه که بله میتونه مبنایی بشه برای لغو ویزا، چون که توی قانون مهاجرت تو بنده مربوطه به صراحت تصریح کرده قانون که هر اطلاعاتی که شما به اداره مهاجرت میدید باید درست باشه. درست. اگر درست نباشه میتونه مبنایی باشه برای لغو ویزا، ولی اینجا که میرسه بررسی میشه که آیا اون اطلاعاتی بوده که مطلوب بوده دقیقاً تاثیرگذار بوده تو تصمیم گیری برای اعطای ویزا یا خیر. اگر نبوده شاید حتی از ابتدا هم نماینده وزیر به سمت حتی صدور اون نوتیس برای شما هم نرسه. ولی دقیقاً تو مواردی که ما تجربه کردیم همه این نوتیس ها، همه این نوتیس ها در مواردی که فرستاده شده مواردی بوده که اگر اون اطلاعات نادرست داده نمی شده ویزا در وهله اول اصلا صادر نمی شده. یعنی در مورد کیس های پناهندگی، پرونده های پناهندگی به طور خیلی خاص اون فرد واجد شرایط قرار گرفتن در تحت چتر حفاظتی استرالیا قرار نمی گرفته. پس تو این عوامل شاید مهمترینشون این باشه که آیا، و این هم در واقع از سال گذشته به قانون اضافه شد، که آیا این ارائه اطلاعات نادرست اونقدر تاثیرگذار بوده که ویزا بخواد به اون دلیل صادر بشه. خب این مهمترین عامل، اگه ما بتونیم ثابت کنیم که نبوده پس شانس زیادی داریم به اینکه ویزا لغو نشه. بعد از اون به نظر من شاید همسنگ اون این باشه که در حال حاضر در پاسخی که ما به اداره مهاجرت میدیم آیا صداقت داریم یا نه. اینو به نظر من اداره مهاجرت خیلی مثبت بهش نگاه میکنه، ولی به هیچ عنوان معنی این نیست که با دادن جواب درست حتما گارانتی میکنه عدم لغو ویزا رو. این ضمانتی برای عدم لغو ویزا نیست. بله، اگر، ولی چیزی که میتونم بهتون بگم اینه که اگر شما شاید خیلی از عوامل دیگر رو داشته باشی مثبت باشه ولی الان دروغ بگی به اداره مهاجرت، اطلاعات نادرست به اداره مهاجرت بدی، احتمال لغو ویزات بسیار بسیار بالا میره. درست. گاهی اوقات دیده شده که دوستانی خب خودشون، البته میونه کلمات، واقعیت اینه که من خیلی معذرت صحبتتون رو کردم، واقعیت اینه که حتما از شما انتظار میره که در ارائه پاسخ به اداره مهاجرت در هر مقطعی هستی اطلاعات درست ارائه بدید، چون عدم اطلاعات درست، عدم ارائه اطلاعات درست میتونه حتی جرم کیفری هم باشه و در واقع شما رو به خاطرش به دادگاه هم بکشونن، اعلام جرم بکنن بر علیه شما و جرم خیلی جدی هم تلقی میشه در استرالیا. و قطعا خب انتظار میره که وقتی که درخواست اطلاعات میکنه اداره مهاجرت از شما، شما بهش پاسخ درست بدید. اما خب اینم باید در نظر داشته باشید که صرفا با ارائه پاسخ
جواب صرفا به این دلیل که من راست میگم به اداره مهاجرت، این دلیلی نیست که حتما گارانتی بکنه عدم لغو ویزای شما رو، اما بسیار تأثیر مثبت میتونه داشته باشه در عدم لغو ویزا، یعنی با اینکه گارانتی نمیکنه اما یه موردی که خیلی مثبت بهش نگاه میشه، چون موارد همینطور گفتم عوامل بسیار متعددی وجود داره در اینکه تصمیم گیری بشه که آیا در نهایت این ویزا کنسل بشه یا نشه. چیزی که میتونم بهتون بگم، خب به خصوص در مورد کسایی که بیملیت هست، ادعای بیملیتی کردن، واقعیت اینه که این موارد مواردیه که تقریبا تا جایی که من دیدم بدون استثنا در نهایت وقتی تصمیم گیری شده، تصمیم گیری منفی بوده، یعنی به لغو ویزا منجر شده. دو تا سوال وجود داره جناب غفاری که اگر موافق باشیم بهش بپردازیم. گاهن من دیدم، یعنی من استنباطم از فرمایش شما اینطور میشه که اگر دوستان نوتیسی دریافت کرده و در اون متذکر شده بوده داره مهاجرت که ویزای شما به این دلیل، به دلایلی که حالا در اون نوتیس توضیح داده شده، منجر به، یعنی لغو خواهد شد، مثلا به خاطر دادن اطلاعات نادرست، و دوستان هم میدونن که واقعا اطلاع نادرستی دادن و خودشون میدونن که چه کار کردن، آیا اینها باید به اصطلاح معروف همون لحظه تسلیم بشن و بگن خب ما اشتباه کردیم و هیچ راهی برامون وجود نداره، یا اینکه امکانش هست که با مراجعه به وکیلشون بنا به دلایل دیگری که حالا در قانون دهگانه شما نام بردین، گفتین شاید بیش از 10 تا دلیل وجود داشته باشه که بشه اونها رو حفظ کرد، باز توصیه میکنین که بعد از دریافت این در واقع نامه اخطار به در واقع مشاورین مهاجرتی یا وکلای مهاجرتی مراجعه کنن و طرح موضوع کنن تا شاید بشه بهشون کمک کرد؟ یعنی اینطور نیست که همه چی برای این آدم ها تموم شده باشه. ببین، انتظار که میره اصلا این نامه به این دلیل داده میشه که شما بهت فرصت داده باشه که در مورد اون تصمیم گیری که منفی هست میخواد در مورد شما صورت بگیره، طبق قانون به شما این فرصت داده میشه که خودت دفاع کنی. درست. و طبق قانون دوباره کاملا مشخص که به طور واضح که بر چه مبنای شما میتونی در واقع دفاعیت رو تنظیم کنی. این دفاعی بالاخره باید تنظیم شه، یعنی بسیار اشتباه است که این دفاعی رو تنظیم نکنی یا فقط به ذکر این که خیلی خوب من اشتباه کردم و پشیمونم و الان اطلاعات الان به شما میگم که اشتباه کردم و میپذیرم و اعتراف میکنم که دروغ گفتم یا اطلاعات نادرست دادم، فقط به ذکر این بسنده کردن راهی به جایی نمیبرید و در واقع احتمال لغو ویزا زیاده، به خاطر اینکه خب بله شما اعتراف کردی، ولی خب حتما ابتدا به در مهاجرت که برای شما این نامه رو فرستاد بر این باور بود که اشتباه کردی. خب اما سوال اینه که خیلی خب اداره مهاجرت میگه که من بر این باورم که شما اطلاعات نادرست دادی، شما هم قبول میکنی که اطلاعات نادرست دادی، پس اداره مهاجرت با توجه به اطلاعاتی که خودش داده و اعتراف شما به این نتیجه میرسه که شما نقض قانون کردی. حالا قسمت دوم قضیه اینه که با توجه به این که من نقض قانون کردم، به چه دلایلی ویزای من نباید لغو بشه، و اینجا جاییه که شما باید اون عوامل رو تک به تک بهش بپردازی و نتیجه گیری بکنی که با این که من نقض قانون کردم، الان به این دلایل به تفصیل توضیح بدی تک تک اون دلایل رو تحت اون عواملی که صحبت شو کردیم، چرا ویزای من نباید لغو بشه. و خب که کاملا واضحه که شما وقتی دوباره میگم اداره مهاجرت نوتیسی بهت میده، حتما باید راستش رو بهش بگی. خب و چیزی که میتونه کشنده باشه تو این قضیه اینه که کماکان شما به اداره مهاجرت در پاسخ به اداره مهاجرت در اون دفاعیتون اطلاعات نادرست بدی دوباره به اداره مهاجرت، خب این میتونه کشنده باشه. درسته. در پایان ازتون خواهش میکنم که این به این موضوع هم بپردازیم، به حداقل در همین دو مورد خاص، البته در این مورد بحث زیاد هست، اما خب
فکر کنیم که 28 روز نوتیس رو دریافت کردن و در این مدت جواب دادن، موفق نشدن و اداره مهاجرت نپذیرفت در گام اول. خب بعد چه اتفاقی میفته؟ بعد چه راه حلی دارن دوستان؟ واقعیت اینه که اگر ویزا کنسل بشه، به محض اینکه ویزا لغو میشه، یعنی در لحظه ای که ویزا لغو میشه، در اون لحظه شما غیرقانونی میشی. در این مواردی که از صحبتش شد، و اگر شما ورودت به استرالیا بدون ویزای معتبر باشه، ورود اولیت به استرالیا بدون ویزا باشه، این باعث میشه که شما در واقع حتی نتونی درخواست ویزای بریجینگ بکنی، یعنی درخواست ویزای بریجینگ شما هم رد بشه و وضعیت بسیار بغرنجی خواهی داشت. حتی مدیکر تا دست خواهی داد، اگر رو پرداخت سنتنگی، پرداخت سنتنگ تا دست خواهی داد، بعد تازه RRT میکنی، تازه ریویو میکنی، در واقع تازه بازبینی میکنی و توی ترایبینال که بازبینی میشه پرونده شما، اگر دوباره رد بشید کماکان بدون ویزا هستید. و مرحله بعدی اگه به فدرال کورت هم برید، اگر در نهایت رد بشید کماکان بدون ویزا هستید. و هر جایی این در واقع تقاضای فرجام خواهی رو متوقف بکنید و مرحله بعدی نرید، چه به این دلیل که کیسی در واقع برای شنیده شدن ندارید یا به این دلیل که توانش رو ندارید ادامه بدید، وضعیتتون خب نزدیکتر میشه به در واقع اون ریموال استیج، یعنی موقعی که در واقع که شما رو بررسی نهایی رو شما بکنن و تصمیم بگیرن که شما رو از استرالیا اخراج کنن و شما این شانس رو بدن که اخراج خودتون برید یا اگه نرید به مراکز به در واقع بازداشتگاه پناهندگی منتقل کنن. اینکه چقدر این طول میکشه واقعا در اختیار اداره مهاجرت، هیچ کس نمیدونه چقدر این طول میکشه، ولی واقعیش اینه که فرد به محضی که ویزاش کنسل میشه از اون لحظه دیگه ویزایی نداره. جناب غفاری سپاسگزارم. البته میونه کلامت بازی یه مورد دیگر من توضیح میدم، اگر ویزایی کنسل شد و بره بازبینی رفت، یعنی چون متقاضی فرجام کردی و بره بازبینی رفت و نتیجه بازبینی در هر مرحله بله به سود شما تموم شد، یعنی برای مثال ترایبینال یا فدرال کورت یا فدرال سیرکیت کورت به این نتیجه رسیدن که ویزای شما نباید کنسل میشده، بله تصور میشه نتیجه این خواهد بود که نتیجه این حکم مثبت برای شما به نفع شما این خواهد بود که تصور میشه که از ابتدا هم ویزای شما ابطال نشده بوده. یعنی اگر هزینه هایم به این راستا مرتکب شده باشن بهشون برخواهد گشت؟ بستگی داره. اگر شما در مقطع ترایبینال، بله در واقع در ترایبینال در واقع شما کیستون رو ببرید و تصمیم گیری بشه که ویزای شما نباید باطل می شده، شما اگه پولی داده بودید پولتون بر می گرده که در واقع برای کیس های پناهندگی شما پولی پرداخت نمی کنه به اداره مهاجرت، ولی اگه ببازید در ترایبینال شما بدهکار می شید هزینه ترایبینال رو که حدود کمتر از $1,700 هستش. و در فدرال کورت اگر شما کیستون رو ببرید، این که هزینه حقوقی شما رو بهتون بدن یا ندن اون بستگی به حکم قاضی داره و حکمی که در نهایت صادر میکنه. اما جالبه این که بدونید که اگر در هر مقطعی شما در واقع تو این مراحلی که فرجام خواهی میکنید کیستون رو ببرید و ادعاتون رو در واقع نتیجه مثبتی ازش بگیرید، نمیتونید از دولت شکایت کنید، نه حتی اگه به فدرال کورت هم برسه، شما در فدرال کورت بعد از چند سال بتونید برنده بشید، پیروز بشید، ویزاتون رو باز پس بگیرید، از دولت نمیتونید شکایت بکنید به خاطر تصمیم گیری کرده و به خاطر شاید ضرر زیانی که به خاطر اون ناشی نه به خاطر اون تصمیم گیری شما متحمل شدید، اون ضرر زیان رو نمیتونید به خاطر دولت شکایت. بسیار متشکرم، سپاسگزارم جناب غفاری. اگر صحبت پایینی هست؟ خب همونطور که اول قضیه هم گفتیم، این بحث کنسلشن بحث بسیار گسترده ای و سعی کردیم که بخشی از اون رو دو تا کاتگوری شو دو تا طبقه بندی شو
تو این جلسه بهش بپردازیم و یه سری موارد دیگه شه، یه سری مبانی دیگه که بر اساس اون ویزا میتونه کنسل بشه رو میذاریم برای یک هفته دیگه، شاید یه جلسه دیگه ما خواسته باشیم که نیاز داشته باشیم که این بحث لغو ویزا رو نه به طور جامع بلکه به طور اجمالی بهش بپردازیم بر اساس کیسایی که داشتیم، بر اساس در واقع چیزهایی که به طور روزمره میبینیم بهش بپردازیم. و امیدوارم که برای هیچ کسی این اتفاق نیفته، چون واقعیت اینه که لغو ویزا مخصوصا وقتی ویزای اقامت دائمه این ویزا وقتی لغو میشه واقعا خیلی شرایط بعد برای اون فرد پیش میاد، یعنی تو وضعیت بسیار بغرنجی قرار میگیره، چون بعد چندین سال، شاید 4 سال 5 سال 6 سال زندگی در استرالیا، زمانی که فرد منتظر بوده که شهروند استرالیا بشه، این اتفاق براش افتاده و به یک بار تمام زندگیش، تمام آیندهش و حتی تمام داشته هایی که شاید داشته تا این موقع جمع کرده و زحمت کشیده براش، همه از همه واقعیش اینه شاید از بین بره و دیگه امیدش هم با آینده دست. من امیدوارم که این اتفاق برای هیچ کسی نیفته. اینطوره. و خب از این طرف میتونیم فکر کنیم که اینو به عنوان یه پیام پیشگیری تلقی بکنیم که اگر ویزه پناهندگی برای مثال گرفتیم، معنی این ویزا اینه که ما به کشور خودمون نمیتونیم برگردیم، اون کشوری که داشت ادعا کردیم نمیتونیم برگردیم، نباید برگردیم، یا هر ویزای دیگه بدونیم که اگر شروط اون ویزا رو نقض بکنیم میتونه به لغو ویزای ما منجر بشه. حتی در مورد ویزای موقت اگه یک ویزای دانشجویی خب کنسل بشه، باز هم برای اون فرد متحمل ده ها هزار دلار هزینه شده اومده تو استرالیا و به خاطر اینکه حالا شاید 500 100 بیشتر از اون حد مجاز کار کرده، ویزاش کنسل بشه، ویزاش لغو بشه، واقعیش اینه که آیندهش با مشکل مواجه میشه، یعنی اون تصمیمی که برای زندگیش و آیندهش داشته خب اون هدفی که داشته بهش نرسیده و حتی شاید نتونه مدرکش رو به اتمام برسونه. اینجا سپاسگزارم جناب غفاری، به هر حال وقت هم زیک هست، وقت شما هم گرانبها. دوستان عزیز، اگر سوالی یا پرسشی وجود داره از طریق صفحه فیسبوک دریملند تیوی میتونیم در خدمتتون باشیم، سوالاتتون رو مطرح بکنید. جناب غفاری مثل همیشه با سعه صدری که دارن، با حوصله مثال زدنی به این پرسش ها پاسخ خواهند داد. روز و روزگاران بر شما خوش. عمیق نفس بکش، این روزها تکرار شدنی نیستن. بدرود. بسیار عالی بود.